یه پژوهشگر روسی وارد اتاق میشه و انتظار داره سوژه‌های آزمایشی انسانی خودش رو زنده و سالم ببینه. اما در عوض چیزی که میبینه یه جهنم واقعی. اون صداهای وحشتناکی رو میشنوه و جلوی چشماش جسد فردی رو میبینه که دل و رودش ازش بیرون زده و پاشیده همه جا. به نظر انگار شیطان در اون اتاق بود. حتی اونایی که زنده بودن هم تیکه هایی از گوشت پاها، دستا و پوست صورتشون کنده شده بود و استخون انگشتاشون بیرون زده بود. و پژوهشگر با خودش گفت این دیگه چه جهنمیه. وای، این آزمایش قرار نبود یه همچین نتیجه وحشتناکی داشته باشه. خب آره، غذاشون خوب نبود و شاید باید تخت های راحت تری براشون آماده میکردیم، ولی مگه امکان داره به خاطر کمخوابی و نخوابیدن اینجوری هم دیگر رو تیکه پاره کنن؟ خب بریم سراغ اصل ماجرا. این صحنه وحشتناک که گفته شد مستقیما در مورد معروف ترین آزمایش خواب روسی بود، البته اگه باور کنیم که واقعا اتفاق افتاده. بین از ابتدای داستان شروع کنیم و بگیم که تیم ما چه حقیقتایی از پشت صحنه این آزمایش وحشتناک کشف کرد. در دهه 40 در شوروی محققان تونسته بودن ماده محرکی بسازن که میتونه فرد و مدت زمان زیادی بیدار نگه داره و این میتونه در مواقع جنگ مفید واقع بشه. در جنگ جهانی دوم آلمانی‌ها نسخه‌ای از چنین محرکی رو داشتن که متامفتامینی قوی به نام پرویتین بود. آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها هم به سربازاشون آمفتامین بنزدرین میدادن که چیز خیلی رایجی بود. حالا روسا میخواستن داروی مخصوص خودشون رو تست کنن که بعد از 3 روز مصرف متوالی به یه نابودی کلی منجر نشه. اونا میخواستن این محرک روی انسانها تست کنن و پیدا کردن سوژه آزمایش برای این کار سخت نبود، چون میتونستن از زندانیان جنگ که تو دهه 1940 خیلی زیاد بودن استفاده کنن. همچنین دور زدن ملاحظات اخلاقی برای این آزمایش براشون مسئله چندان مهمی نبود. یه محیط آزمایشی درست کردن که 5 تا مرد رو در اونجا نگهداری کنن. اونجا یه مکان خیلی امن و محکم بود که پژوهشگرا میتونستن دارو رو به صورت گاز آزاد و سطح اکسیژن اون 5 تا مرد رو در اون اتاق به راحتی چک کنن. اون 5 مرد به غذای خشک، آب آشامیدنی، تخت بدون تشک و توالت دسترسی داشتن و پژوهشگرا میتونستن از طریق میکروفون صداهاشون رو بشنون و از طریق دوربین‌ها اونها رو نظارت کنن. تنها دریچه‌ای که به بیرون وجود داشت یه پنجره 12 سانتی متری بود که به سختی میشد سایه ای را ازش دید. همه چی خیلی خوب تنظیم شده و 5 مرد در 3 روز اول روحیشون خیلی خوب بود. گاز داشت کار خودش رو به بهترین نحو انجام میداد و پژوهشگرا از کارشون راضی بودن. یه روز یکی از محققا به همکارش میگه ببینین واقعیته، فقط صبر کن تا دنیا ببینه ما چه چیزی درست کردیم و فرمانده سالین هم از این کارمون خیلی خوشحال میشه. سوژه‌های آزمایش قبول کردن که سعی کنن 30 روز نخوابن و بیدار بمونن و روزها به دروغ بهشون گفتن که اگه این 30 روز دوام بیارن اونها را آزاد میکنن و البته یه همچین معاملهی برای زندانی ها منصفانه به نظر میرسید. اما اوضاع توی روز چهارم یکم بدتر شد. اون 5 مرد شروع کردن به صحبت در مورد خاطرات و تروماهای زمان جنگشون، یعنی در مورد چیزهای وحشتناکی که تجربه کردن، افسردگی و مابقی ماجراهای جنگ. روز پنجم اوضاع وخیم‌تر میشه. مردا از خودشون حالتهای روان پریشانه ای نشون میدن، با خودشون حرف میزنن و با چیزایی که وجود ندارن و دیده نمیشن بحث میکنن. علامه پارانوئید در اونها دیده میشه و شروع میکنن به داد و فریاد زدن توی میکروفون ها و تعریف کردن چیزایی در مورد سوژه های دیگه ی آزمایش که نامفهوم. و جوشگرا خودشون از اختلال کمبود خواب زیاد خبر داشتن و میدونستن ممکنه که این کمبود خواب مغز رو دچار مشکل بکنه. بعد از چنین مدتی توهمات میتونن واقعی و وحشتناک به نظر برسن. اما سوال اینجا بود که این موضوع به خاطر کمبود خواب یا گاز؟ تردیدها در مورد اثرات گاز تا روز نهم بیشتر شدن. یعنی درست زمانی که یکی از مردا به قدری فریاد زد و دور خودش دوید که انگار حنجرش پاره شد. چون بعد چند ساعت درست مثل یه اسباب بازی بوغی صدای جیر جیر میداد. چند روزی میگذره و سکوت خیلی عجیبی حکم فرما میشه. اون 5 مرد در دوربین دیده نمیشدن، ولی سطح اکسیژنشون نشون میداد که همشون نفس میکشن و تنفس دارن. ولی اونا کجا بودن؟ پژوهشگران نمیخواستن که تحقیقات رو متوقف کنن، ولی چاره دیگه ای نبود. بنابراین از طریق بلنگو به آزمایش شوندگان اعلام کردن که میخوان در اتاق باز کنن تا میکروفون ها رو تست کنن. پس بهتر از در دور بشن و روی زمین دراز بکشن، وگرنه بهشون شلیک میشه. ولی اگه از این موضوع اطاعت کنن یکی از اونها آزاد میشه. یکی از اونها گفت ما دیگه نمیخوایم آزاد بشیم. یعنی چه اتفاقی افتاده؟ آیا اونا معتاد گاز شدن؟ پژوهشگرا گفتن که چاره‌ای نداریم و باید درو باز کنیم. درش‌ها رو باز کردن و هوای تازه وارد اتاق شد تا اثرات باقی مونده گاز از بین بره. آخرین چیزی که شنیدن صدای فریاد مردا بود که تقاضای گاز بیشتر رو داشتن. یکی از روس‌ها گفت خدایا اینا بدجوری به این گاز احتیاط پیدا کردن. روز 15 درها رو باز کردن و با چشمانی متعجب مردی رو دیدن که به طرز وحشتناکی مرده بود.
دیدن این ماجرا رو همون اول به عنوان مقدمه بهتون گفتیم، ولی اینکه چه اتفاقی بعد از این ماجرا افتاده رو نگفتیم. پژوهشگرا با دقت بیشتر متوجه میشن که زخمای بقیه هم به طرز عجیبی ترسناکه. بعد از کشف جسد مرده و نیمه خورده شده و بازماندگان زخمی، پژوهشگرا با بررسی دقیق‌تر متوجه شدن که اونا خودشون رو تیک پاره کردن و به خودشون آسیب زدن. اونا پوست و ماهیچه‌های قفسه سینه خودشون رو دریده بودن و رگ‌هاشون دیده میشد و همشون این کار هولناک رو انجام داده بودن. رگ‌های خونی که هنوز کار می‌کردن دیده می‌شدن و اندام‌های داخلی دیگه هم مثل یه اثر هنری روی زمین بودن و مردا می‌خواستن برن و اونا رو بخورن. اونا از گوشت و پوست خودشون تغذیه می‌کردن و این کار رو هم با لذت انجام می‌دادن. پژوهشگرا خواستار پاشیبان شدن و هیچ کدوم جرأت نزدیک شدن به اونا رو نداشتن و بعد در اتاق رو به روی مردانی که خواستار گاز بیشتر بودن بستن. زمانی که سربازا برای کشتار سوژه‌ها اومده بودن، اتفاق جالبی رخ نداد. یکی از اون مردا گروی سرباز رو درید و بیرون کشید و دیگری هم به وضع اون دچار شد و در کل 5 سرباز جون خودشون از دست دادن. بعضی از اونها هم بعد از این موضوع خودکشی کردن. وقتی که سوژه های آزمایش بیرون اومدن، پزشکا به اندازه‌ای بهشون مورفین تزریق کردن که باعث میشد یک گوزن کانادایی از پا در بیاد، ولی این مقدار روی اونها اثری نداشت و اونها مثل حیوانات درنده در حال جنگیدن بودن. یکی از سوژه ها در حالی که با فریاد میگفت به من گاز بده، من به گاز نیاز دارم، با خون ریزی و ایست قلبی جونش را از دست داد. در این نوزای تلخ، یک دکتر که چند تا از استخوناش هم شکسته بود تونست در نهایت اون 3 نفر باقی مونده را آروم کنه و افراد با تسمه و زنجیر اونا را بستن و به یک مرکز امن منتقلشون کردن. پژوهشگرا با هم حرف میزدن و میگفتن قرار نبود این اتفاق بیفته، درسته؟ اونا دوست نداشتن به این موضوع اعتراف کنن، اما شاید نازی‌ها، انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها کار درستی انجام داده بودن که نیروهاشون رو فقط به مواد مخدر معتاد کرده بودن. جراحان شروع کردن تا اندام‌های از دست رفته یکی از مردان رو در بدنش جایگذاری کنن، اما این مرد نتونست داروی بیهوشی که پرستار بهش تزریق کرده بود و تحمل کنه و قلبش ایستاد و مرد. کار با چکافی نشون داد که اون 9 استخوان شکسته داره و ماهیچه‌هاش در سراسر بدنش پاره شدن. وقتی سعی کردن مرد بعدی رو درمان کنن، به این نتیجه رسیدن که 2 مرگ کافیه و از داروی بیهوشی استفاده نکردن. اونا مرد رو با زنجیر محکم به تخت بستن و شروع به دوختن و جراحی اندام‌ها کردن و پیوندهای پوستی رو انجام دادن. جراح اصلی گفت که این مرد نباید بعد از چیزایی که دیده زنده بمونه، اما جراح کار خودش رو تحسین می‌کرد. یه پرستار گفت که در طول عمل جراحی این مرد که شبیه هیولا شده بود بهش لبخند زده. اون تعجب کرده بود چطور حس و شهوت مردونه توی بدترین لحظات و در این شرایط همچنان فعال میمونه و با خودش فکر کرد ممکنه با مرگ احساس نیاز به ایجاد چیزی جدید در انسان ظاهر بشه. اما در همین حال این تفکرات سریعاً از ذهن پرستار خارج شدن و مرد ناگهان شروع به صدای خسخسی کرد که به نظر میرسید میخواست چیزی بگه. پرستار سریعاً متوجه این موضوع شد و به مرد یه خودکار و دفتر داد و مرد نوشت به بریدن ادامه بده. پرستار با خودش فکر کرد عجب دیوونه ایه و خوشحال بود که پاسخی به لبخند اغواگرانه این مرد وحشی نداده بود. سوژه دیوانه بعدی در حین بازسازی بدنش مثل یک کفتار میخندید و میگفت که اون گاز خوبه و دلش گاز میخواد. وقتی ازش پرسیدن چرا، گفت که فقط میخواد بیدار بمونه. جراح با خودش فکر کرد که اگه این بیماران مشتاق خوردن خودشون نبودن، برای نگهبانی شیفت شب عالی بودن یا حتی به عنوان نظافتچی یا نگهبان، اما اون به خوبی میدونست که نمیشه به هیچ عنوان به اونا اعتماد کرد، حتی نمیشه بهشون اعتماد کرد که دستشون رو بشورن. بعد ایده خوبی به مامور سابق کاگبه رسید، چیزی که به طرز عجیبی از ذهن بقیه دور مونده بود، اینکه چرا این مرده بدبختو دوباره در معرض گاز نمیذاریم. اون گفت که همه این مشکلات زمانی به وجود میاد که اونا مصرف گازو قطع میکنن، ولی وقتی تحت تاثیر این گاز هستن خوبن. شاید اونقدر نه و شاید یکم دچار پارانوید و هایپر باشن، ولی بازم میتونیم با این وضعیت کار کنیم. وقتی دوباره اون 2 مرد بدبخت رو در معرض گاز قرار دادن، همه چی خوب پیش میرفت تا اینکه اتفاق عجیبی افتاد. نمایشگر EEG نوار مغزی فعالیت مغزی دیوانه کننده ای رو نشون میداد و بعدش به آرومی کاهش پیدا کرد. یکی از مردا طاقت نیاورد و بالاخره مرد. آخرین سوژه زنده در حالی که مرد دومی روی تخت ظاهرا مرده بود به اتاق آورده شد، اما کنار اون مرد بدبخت 3 پژوهشگر دیگه هم بودن. ناگهان یکی از پژوهشگرها به فرمانده شلیک کرد و بعدش به سوژه آزمایش هم شلیک کرد. یهو با صدای بلند فریاد زد من نمیخوام با شما اینا اینجا حبس بشم. تو چی هستی؟ چی هستی؟ من باید بدونم. مردی که به شلیک شده و نمرده بود جوابشو داد. آیا به این زودی و به این راحتی فراموش کردی؟ ما شما هستیم. ما دیوانگی، جنون و طمع نهفته در درون شما هستیم و هر لحظه در ذهن وحشی و حیوانی عمیق شما خواستار آزاد شدن هستیم. ما
همون چیزی هستیم که شبا وقتی به رخت خواباتون میرین ازش پنهون میشین. این تقریبا پایان این ماجرا بود، اما پژوهشگر یک گلوله به سینه یه مرد زد که میشه گفت تا حدودی سوگند پزشکی و نقص، اما در زمانهای سخت اقدامات سخت نیازه. پایان. حالا به نظر میرسه که خیلی از افراد فکر میکنن که همه این داستانا حقیقت داره و واقعا اتفاق افتاده، اما حتی بدون تحقیق زیاد و خوندن این داستان فاجعه بار هم میشه به راحتی فهمید که این داستان توسط شخصی نوشته شده که باید روی مهارت‌های گرامری خودش بیشتر کار بکنه. همچنین میشه دید که بعضی از قسمت‌های این داستان اصلا منطقی نیست. خیلی وقتا یه نفر میمیره و دوباره زنده میشه و فکر نکنم که نویسنده از عمد اینو گفته باشه و فقط چیزی که نوشته رو فراموش کرده. در یه بخش دیگه نویسنده ادعا کرده که سطح اکسیژن نشون دهنده این بود که مردان زنده هستن و پژوهشگران اینو میدونستن، اما در بخش بعدی گفته که پژوهشگران مطمئن نبودن که همه سوژه ها مردن یا خیر. اما یه چیز خیلی بدی که توی داستان وجود داره ضعف نوشتاریه. اصلا از کجا شروع کنیم؟ خب شاید نیازی نباشه که بهتون بگیم که نمیتونین اعضای حیاتی بدنتون رو جدا کنین و مثل یه دسته کتاب درسی روی زمین بذارین. این داستان کاملا خیالی و تخیلیه. در چنین حالتی اون مردا به احتمال زیاد به خاطر شوک زیاد یا خون از دست رفته فراوون جون خودشون رو از دست میدادن. اگه یادتون باشه پژوهشگرا اونا رو در وضعیت خیلی وخیمی پیدا کردن و به خاطر ترسشون و قبل از اومدن سربازا اونجا رو ترک کردن. خب شاید بگین که گاز اونجا وجود داشت و این آزمایش مخفی بود که اشتباه پیش رفت. با مصرف این داروی شیطانی سوژه ها میتونستن از دنیای مردگان برگردن و اندامهای خودشون رو بکنن و حتی وقتی دلشون میخواست میتونستن معاشقه کنن. از کجا بفهمیم که این داستان واقعی و درست نیست؟ جوابش اینه. این موضوع در تاریخ ثبت شده و اطلاعات قابل قبولی در این مورد وجود داره که هیچ گازی تا حالا کشف نشده که بتونه فردی رو به مدت 15 روز بیدار نگه داره و فردو تبدیل به یه زامبی منفور کنه. هیچ تاریخچه‌ای از این آزمایش در هیچ جا وجود خارجی نداره مگر در وبسایت‌هایی که به خاطر داستان‌های تخیلی ترسناکشون معروف هستن. عجیبه که یه نویسنده وقتی فقط توی اتاق خوابشه بتونه به همچین اطلاعات مخفی که حتی بیشتر از اطلاعات سیا و خدمات اطلاعات بریتانیا است دسترسی داشته باشه و همچنین داستانی بنویسه و در موردش ادعا داشته باشه. همونطور که توی داستان گفته شد و ما خودمونم یک کمی بهش پروال دادیم، خیلی از سربازا در هر دو طرف جنگ از دست می‌رفتن و اینقدر میشکستن که برای اینکه بتونن بیشتر بیدار بمونن فرمانده‌ها و افسران یه سری چیزا رو مثل نقل و نبات بینشون پخش می‌کردن، اما حتی فداکارترین شیاطین یخی هم نمیتونستن 15 روز بیدار بمونن و حتی اون سربازایی که خیلی فعال بودن هم احتمالاً فقط 24 یا 36 ساعت میتونستن بیدار بمونن. طبق مطالعه پنتاگون حتی اگه سربازا به اجبار بیشتر از 48 ساعت بیدار بمونن حرکتشون کند میشه و تقریبا به عنوان سرباز بی استفاده میشن. اونا در این حالت خطای زیادی رو مرتکب میشن که در جنگ به هیچ عنوان ایدئال نیست، چون باید هوشیار باشن و بتونن بجنگن. حتی اگه چنین داروهایی به صورت نازیا در حملات بلیتسکریگ کمک کرده باشه باید با احتیاط مصرف بشن. با در نظر گرفتن این موضوع روس‌ها حتی این آزمایش رو امتحان هم نمیکنن. چیزی به نام سندروم مورفین وجود داره که میتونه باعث هذیان و بیخوابی شدید بشه. بیماران ممکنه که وارد یه حالت شبه رویا بشن. بهش میگیم حالت شبه رویا، چون حتی اگه نخوابن هم خوابهای خیلی کوتاه خواهند داشت. علاوه از افراد مبتلا به این بیماری هرگز کسی شروع به خوردن خودش نکرده. مسلما شاید اگه یه اسپری از آملی موزر و سمی رو در اتاقی پر از مرد بزنن ممکنه که کسی بمیره، اما بعیده که اونا رو به زامبی های معتاد به گاز تبدیل کنه. هیچ چیز در ادبیات علمی وجود نداره که حتی یه بخش از این آزمایش رو حمایت و پشتیبانی کنه. البته یه چیز دیگه هم وجود داره که میتونه باعث کاهش شدید خواب بشه و بهش میگن بیخوابی خانوادگی مرگ‌آور. اما این بیماری توسط ژن‌ها منتقل میشه و توسط عوامل محیطی به وجود نمیاد و باز هم کسایی که دچار این بیماری هستن هرگز شروع به درآوردن و خوردن اندام و اعضای خودشون نمیکنن. هیچ چیزی در دنیا وجود نداره که با این داستان همسو باشه و اگر هم وجود داشت انتظار داشتیم قبل از اینکه تبدیل به یه جوک پزشکی بشه توی یه دوره در ژورنال‌های پزشکی ثبت شده باشه. داستان آزمایش خواب روسی یک داستان بد نبود، اما میتونست بهتر باشه. عدم خواب در واقع یک شکنجه است که توسط ارتش ها استفاده شده و خود این میتونه به تنهایی یه شخص رو به یه فرد نیمه دیوونه یا کاملا دیوونه تبدیل کنه. با این حال در این داستان افزودن گاز اعتیادآور، ریختن اعضای حیاتی بدن به بیرون و بازسازی بدن وجود داره که اصلا باورپذیر نیست. اما اگه شما دوست دارین داستان های ترسناک بخونین، پیشنهاد میشه که بعضی از این برنامه‌های ترسناک رو از طریق کانال ما تماشا کنین. اگه این ویدیو رو دوست داشتین لطفاً کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنین و اگر موضوعی مد نظرتونه لطفاً توی کامنت ها بگین تا دربارش ویدیو بسازیم.